قیمت‌های نمایش 22 بهمن همچنان در درون رژیم ادامه داره. نمایشی که رژیم می‌خواست با اون فیگور اقتدار بگیره، اما به قول روزنامه حکومتی ابتکار که نوشته بود هیچ تفاوتی میان تظاهرکنندگان و تیفوسی‌های طرفدار فوتبال وجود نداشت و فضای آرام و نشاط‌آور بود که به یک سرگرمی کم هزینه برای بعضی تبدیل شده بود. اما اگه به قول این روزنامه حکومتی کارناوال رژیم فضای نشاط‌آور و کم هزینه برای برخی بود، با اظهارات حسن روحانی در مورد رفراندوم برای نظام این نمایش خیلی پرهزینه شد. واکنش‌های هیستریک باند خامنه‌ای در برابر اظهارات روحانی رو در این روزها حتما شنیدید. در بین این واکنش‌ها زوزه‌های هراس‌آلود باند حاکم از دشمن اصلی نظام که قصد سرنگونی اون رو داره قابل توجهه. اگر کسی ابهام داره در مورد علت به هم ریختن باند خامنه‌ای از انجام رفراندومی که روحانی برای نجات نظام پیشنهاد داده، با دیدن این واکنش‌ها خیلی چیزها روشن میشه. توجهتون رو به برخی از این واکنش‌ها جلب می‌کنیم. ارگان باند مؤتلفه رسالت. اولین بار که در انقلاب سخن از بن‌بست و رفراندوم به میان آمد، توسط رئیس جمهور نگونبخت یعنی بنی صدر بود. مجاهدین دور او را گرفتند و با الغای شبهات او را به کجراهی بردند که الان در پاریس دست حسرت به هم می‌ساید. تصفیه حساب با شورای نگهبان، آن هم در یک روز ملی با یک استدلال سست و بی‌اساس که هیچ پایه منطقی و حقوقی ندارد، چرا باید از زبان رئیس جمهور مملکت صادر شود؟ با این استدلال رئیس جمهور، مجاهدین و سایرین مجاز به راهیابی به مراکز قدرت هستند، چون بالاخره 400 نفر هوادار دارند شهادت بدهند آنها آدم خوبی هستند و یک جناح هم هستند و غیره. کیهان خامنه‌ای 25 بهمن. از این نکته نباید غافل بود که اگر در داخل مجاهدین و مزدوران آمریکایی برخی مسئولین به ظاهر متدین و ولایت مدار و آقازاده ها نبودند، دشمن هم نمی توانست به فتنه‌گری فتنه‌گران امیدوار باشد. کیهان خامنه‌ای 25 بهمن. کسانی که اصلاحات را نه برای اصلاح امور مردم بلکه بهانه‌ای برای قرار گرفتن در برابر انقلاب و نظام قرار دهند، در حقیقت به نوعی بازتولید نفاق روی آوردند و پشت سر مجاهدین و ضد انقلاب حرکت خواهند کرد. کیهان خامنه‌ای 25 بهمن. زمستان 59 و بهار سال 60، بنی صدر در اثر پیوند با مجاهدین ترجیح داد به جای اهتمام به دفاع مقدس، جنگی موازی را در پایتخت برپا کند. او اواخر اردیبهشت 1360 مردم و مسئولان را با جنجال رفراندوم سرگرم کرده بود، اما یک ماه بعد سازمان مجاهدین اسلحه ها را بیرون کشیدند. روزنامه حکومتی حمایت 25 بهمن. اعتراف رهبر مجاهدین به دست داشتن در اغتشاشات دیما. رهبر مجاهدین در گفتگو با روزنامه سعودی اوکاز اذعان کرد که عناصر این گروه در آشوب‌های اخیر در ایران نقش داشتند. وی با اشاره به تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری با رئیس جمهور فرانسه برای منع فعالیت مجاهدین در پاریس مدعی شد. درخواست رئیس جمهوری ایران از رئیس جمهور فرانسه برای منع فعالیت مجاهدین معنایی روشن دارد و این درخواست چند روز پس از آغاز آشوب‌ها در ایران آغاز شد. به گزارش فارس وی در ادامه صراحتاً اذعان کرد که اغتشاشاتی که در دیماه در ایران رخ داد محصول کار مجاهدین بود. وی با اشاره به اینکه آنچه در ایران رخ می‌دهد کار شبکه‌های مجاهدین در شهرهای مختلف است ادعا کرد این فعالیت‌ها ارتباطی با فعالیت سیاسی مجاهدین در سطح بین‌الملل ندارد. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 25 بهمن. مریم رجوی از کشورهای اروپایی و آمریکا خواست به نظام ایران امتیاز ندهند.